میخوای بری کانادا و اسپانسر همسرت بشی؟ قراره کل مراحلش رو صرف تا صد برات بگم. برای حمایت از همسر باید بدونید که چه مراحلی پیش رو دارید و چقدر زمان میبره تا پرونده‌تون رسیدگی بشه. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که هر درخواست فرق داره و زمان رسیدگی به اون هم متفاوته. قبلش لایک و سابسکرایب کن تا مطالب مرتبط با کانادا رو از دست ندی. معمولا درخواست‌های حمایت از همسر حدود 12 ماه طول میکشه که از ابتدا تا انتها پردازش بشه، ولی ممکنه بعضی وقت‌ها طولانی‌تر یا کوتاه‌تر بشه. برای اینکه مطمئن بشی درخواست اسپانسری شما هر چه سریع‌تر بررسی بشه، بهترین کار اینه که از همون اول مطمئن بشید که درخواستتون کامله و همه مدارک و پاسخ‌هایی که اداره مهاجرت کانادا می‌خواد رو هم فراهم کردید. حالا می‌خوام درباره مراحلی که بین زمانی که درخواست اسپانسری همسرتون رو ارسال می‌کنید و زمانی که به عنوان یک مقیم دائمی کانادا شناخته می‌شید صحبت کنم و اینکه هر مرحله چقدر طول می‌کشه. اولین مرحله اینه که حدود 3 ماه بعد یک نامه تایید دریافت میکنید. درخواستت به اداره مهاجرت کانادا رسیده. اونا یه نامه یا ایمیل برات میفرستن که توش شماره درخواست و شماره آموزشی نوشته شده. برای استفاده از این شماره ها میتونی درخواستت رو به حساب آنلاین خودت توی اداره مهاجرت کانادا وصل بکنی. اینطوری میتونی با اداره مهاجرت در ارتباط باشی و از وضعیت پیام های مربوط به درخواستت آنلاین با خبر بشی. پس اگه میخوای برو و درخواستت رو به حسابت وصل کن. اطلاعات مهاجرت کانادا هیچ وقت برای شما یه رسید دریافت نمیفرسته، مگه اینکه درخواست شما رو باز کرده باشه و بررسی بکنه که آیا درخواست کامل هست یا نه. مثلا ممکنه امضاها یا مدارکی رو کم داشته باشید. در این صورت درخواست معمولا رد میشه. وقتی که مراحل رو طی میکنید ممکنه درخواست مدارک اضافی هم براتون بیاد. پس تعجب نکنید که بعد از دریافت رسید درخواست مدارک اضافی هم براتون بیاد. نامه مرحله دوم هم مشخص میکنه که آیا اسپانسر برای حمایت از مهاجرت به کانادا باید شرایط خاصی داشته باشه یا نه. حالا اون شرایط چیه؟ اول از همه باید شهروند کانادا یا مقیم دائمی کانادا باشید. بنابراین اولین کاری که مسئولین انجام میدن اینه که بررسی کنن آیا اسپانسر همه شرایط رو داره یا نه. معمولا اداره مهاجرت کانادا حدود 3 ماه طول میکشه تا تصمیم بگیره. بعد از این مدت شما یه ایمیل یا نامه دریافت میکنید که مشخص میکنه آیا واجد شرایط هستید یا خیر. اگر درخواست حمایت تایید بشه نامه‌ای برای شما ارسال میکنن. دوم اینکه سوابق کیفری نباید داشته باشید تا مطمئن بشن به کشور آسیبی وارد نمیشه یا ببینن که مشکلات جدی سلامتی وجود داره که بتونه روی درخواست کننده تاثیر بذاره. پس در مرحله بعد درخواست کننده حدود 3 تا 4 ماه بعد از دریافت درخواستش برای معاینه پزشکی و بیومتریک ها خواسته میشه. اگه همه چیز اوکی باشه از طرف مهاجرت کانادا از متقاضی خواسته میشه که آزمایش پزشکی رو در مرکز بیومتریک انجام بده. حالا میخوام یکم در مورد این آزمایش پزشکی صحبت کنم. برای این آزمایش نه تنها متقاضی اصلی بلکه تمام اعضای خانوادهش که شهروند یا مقیم دائم کانادا نیستن هم باید آزمایش پزشکی رو بگذرونن. حتی اگر اونها درخواست اومدن به کانادا رو نداده باشن، اگر اعضای خانواده اعلام نشن و آزمایش نکنن، این موضوع میتونه روی سازگاری و توانایی متقاضی برای اسپانسرینگ از خانواده‌اش تاثیر منفی بذاره. حالا اگر قبلا معاینه پزشکی مهاجرت رو انجام دادی، باید جزئیاتش رو توی بخش معاینه پزشکی توی چک لیست مدارکت بنویسی. بسته به اینکه معاینه کی انجام شده، ممکنه مجبور بشی دوباره این کارو بکنی. برای بیومتریک هزینه‌ای وجود داره که برای هر عضو خانواده باید پرداخت بشه. پیشنهاد میکنم مدرکی که نشون بده هزینه رو پرداخت کردی هم ضمیمه بکنی. متقاضی اصلی میتونه همراه با درخواست حمایت از همسرش برای مجوز کار آزاد اقدام بکنه. شما میتونید درخواست مجوز کار رو همزمان با درخواست اقامتتون ارسال بکنید و یا بعد از ارسال درخواست. فرآیند اسپانسرشیپ تموم شده. معمولاً درخواست برای مجوز کار آزاد در عرض 4 ماه انجام میشه، ولی بعضی وقتا میتونی سریع‌تر بگیریش. مرحله بعد هم مصاحبه است. این بخش فرآیند معمولی نیست، ولی اگه درخواستت مدارک کافی برای نشون دادن اینکه رابطتون واقعی هست ارائه نکرده باشه، مصاحبه لازم میشه. اداره مهاجرت کانادا بهت زمان، تاریخ و محل مصاحبه رو میگه و همچنین اطلاعات لازم رو بهت میده. درخواستای مصاحبه ممکنه درخواست شما رو 3 تا 4 ماه عقب بندازه. امیدوارم که درخواست مصاحبه برای شما پیش نیاد که در نهایت به مرحله 7 برسید.
حالا وقت جشن گرفتنه. وقتی مدارکتون تایید بشه، درخواست کننده تاییدیه رو دریافت میکنه. اگه افسر مهاجرت مطمئن بشه که شرایط ورود به کانادا رو دارید، به شما اجازه ورود به عنوان مقیم دائم داده میشه. اگر داخل کانادا هستید هم، باید با یه افسر مهاجرت ملاقات بکنید تا تاییدیه اقامت دائمتون رو دریافت بکنید. امیدوارم که موفق باشید.